با سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ، من اسماعیل نوریالا هستم و برنامه این هفته رو در معیت خانم شکوه میرزادگی تقدیم شما میکنیم. این هفته نوبت خانم میرزادگی است که در حوزه‌ای که برای خودشون تو این برنامه انتخاب کرده اند، یعنی مسائل مربوط به میراث فرهنگی و تاریخ زدائی سخن خواهند گفت و من رشته کلام رو به دست شما میسپارم. خواهش میکنم. سلام بر شما. من امروز در ارتباط با دو مسئله صحبت میکنم. یکی، یعنی اول درباره نقش جهان که در همین چند روز گذشته مهلتی که برای اون برج عجیب و غریبی که جلوی نقش جهان درست کرده بودند که قرار بود کوتاهش کنند تموم شد و الان در واقع میدان نقش جهان خطر این رو داره که از لیست میراث جهانی بیرون بره و بره جزو میراث در خطر. چند سال پیش با اجازه سازمان میراث فرهنگی این برج عجیب و غریب یا آسمان خراش با قول این طرفی ها ساخته شد، کاری که در هیچ جای دنیا اجازه نمیدن در اماکن باستانی و جایی مثل میدان نقش جهان چنین چیزی ساخته بشه، مثل که بیان درست جلوی برج ایفل یه چیزی بسازن و ولی میراث فرهنگی اجازه میده. بعد که سر و صدای ماجرا بلند میشه یونسکو دخالت میکنه، یونسکو اخطار میده به میراث فرهنگی و میراث فرهنگی اخطار میده به مقاطع کارا یا اون کسایی که سازندگان اون برج هستن و اونها شروع میکنن این برج رو کوتاه کردن. مهلتش 11 بهمن بود، در 11 بهمن هنوز دو طبقه مونده که کوتاه بشه و رئیس میراث فرهنگی اصفهان گفته این به دلیل اهمال و بی‌توجهی سازمان میراث فرهنگی، یعنی تاریخ زدائی به معنای واقعی خودش. در حتی وقتی که یونسکو به میراث فرهنگی اخطار میده، میراث فرهنگی اونقدر دست به دست میکنه که تا امروز کشیده میشه و همیشه هم مسئله اینه که تفسیر قبلی ها بوده، ربطی به ما نداره و هر گروهی که میاد در این ظرف این مدت 27-28 سال تقصیر رو به گردن قبلی ها انداخته و همینطور آثار باستانیه که ویران میشه، تخریب میشه، حفاری میشه، قاچاق میشه و همه میندازن مسئله رو گردن دیگر. از جایی خانم میرزادی اینه که این میدان نقش جهان که دستاخت صفوی است و به تشیع اثناعشری مربوطه و جزو آثار ما قبل اسلام نیست که اینجور بهش بی توجهی میکنن. این خودشون تازه پارسال مثل یه گفتن اصفهان رو بخوایم پایتخت جهان اسلام بکنیم، پایتخت فرهنگی جهان اسلام. البته با خودی که این کار میکنن البته در مسجد شاه یا مسجد جامع که نه مسجد شاه مسجد شاه گفتن که در زیر این مسجد شاه مقدار معلوم شده که یکی از در واقع آتشکده های زمان ساسانی بوده. اکثر این جاهای تاریخی به هر حال رو پشت سر هم بوده، یعنی یک گروهی آمدن روی اون آتشکده رو مثلا کردن مسجد و مسجد دوباره میشه آتش کرده. من اعتقاد دارم که هیچ چیز رو نباید دست باید همه چیز رو سر جای خودش گذاشت تا بشه اینها به عنوان میراث‌های فرهنگی و بشری حفظ بشه. کاری که یکی از اون چیزهایی که در واقع 14 سال پیش اتفاق افتاد ساختن سد سیونده، سدی که باز در این 14 سال همینطور به گردن قبلی ها انداخته شد. من میخوام یه مروری بکنم
بر ساختمان سد سیبند و کسانی که در ساختن این سد نقش داشتن. حالا ساختن منظور این نیستش که خودشون بیل و کلنگ گرفتن یا پروژه رو تصویب کردن یا طرح رو تصویب کردن یا موافقت کردن یا حضور داشتن یا بی‌توجهی کردن، ولی این مسیریه که من الان خدمتتون خواهم گفت. در سال 1369 آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور میشد. گویا اونجور که گفته میشه یه طرحی در بایگانی سازمان برنامه هست به نام سد سیبند. اینا میگن این طرح از زمان شاه بوده. در زمان آقای رفسنجانی این طرح امضا میشه و آقای بیژن زنگنه میرن و پروژه رو به سازمان برنامه میبرن. ایشون وزیر نیرو بودند و در اون زمان آقای خاتمی که بعدها رئیس جمهور شدن وزیر ارشاد بودن که زمان یعنی دوره‌ای بوده که هیچ خبری ما نداریم راجع به این، یعنی نشانه‌ای نداریم که در این زمان چی بوده. بعد از ایشون آقای لاریجانی وزیر ارشاد هستن که در زمان ایشون کلنگ سد سیبند زده میشه. یه چیزی رو من اینجا توضیح بدم. این مسئله‌ای که با دستگاه‌هایی میتونن زیر زمین رو ببینن الان وجود داره. در گذشته چنین دستگاه‌های وجود نداشته به این شکل پیشرفته که بتونن مثلا آقای بورشالا بیاد و بگه که اصلا این زیر یک شهره، زیر پاسارگاد. در اون موقع، نه در زمان آقای رفسنجانی، منظورم در 30 سال پیش یک همچین چیزایی رو حداقل ماها نداشتیم و حداقل میراث فرهنگی در ایران چنین تحقیقاتی رو انجام نمیداده. ولی همون موقع هم من به عنوان یک کارشناس سازمان برنامه عرض میکنم که این یقین وجود داشت. حتی در یادداشت‌های مرحوم سامی هم شما میتونید بخونید که میدونستن که اونجا پایتخت کوروش هست و شهری زیر این خاک هستش. یعنی شما میگین با علم، با این که میدونستن مثلا صد اینا علم نداشتن، اینا اصلا نمیرفتن دارن سابقه چیزی رو بخونن مطالعه کنن. کیا منظورتونه؟ یعنی جمهوری اسلامی وقتی که تصمیم گرفتن جنگ تموم شد و مسئله عمران. نه آخه شما میگین که همیشه در زمان سامی هم میگفتن اونجا یه شهره، پس چطور میخواستن در زمان شاه اونجا رو سد بزنن؟ اصلا این قضیه، این پروژه سد سیبند یک اما یه مقاطع کار امریکایی بود که آمده بودش چند تا طرح بده روی رودخانه های مختلف. یکی از طرح هامون بود که بیایم روی رود پلوار سد بزنیم. این نه بدار بود نه ببار بود، یعنی 4 تا دونه کاغذ بود. بله. حالا این آقایون اصلا میگن که ما تمام سدهایی که تو مملکت ساختیم همه رو دوران شاه مطالعه کردن و مطالعات اونها اشتباه بود. البته یک مسئله هست، ممکنه که من نمیدونم چرا وقتی که به اونجا میرسه که قوانین رو میخوان تغییر بدن، مثلا قوانین مربوط به زنها رو کل قوانین رو تغییر میدن چون دوست ندارن، میتونن تمام مراسم و جشنهای ملی و ایرانی رو به هم بریزن، اشکال نداره. ولی اگر طرحی بوده و بد بوده و متوجه شدن خلافه، چرا این کار کردن؟ به هر حال در پس از آقای لاریجانی که اولین کلنگ سد زده میشه، آقای میرسلیم وزیر ارشاد بعدیه که خاکبرداری رو شروع میکنه. یعنی ما فرض رو بر این میگیریم که تا این زمان هیچ کسی نمیدونسته در اون زیر چه چیزی وجود داره. این خیلی طبیعیه، همه میتونن تا اون زمان منکر این بشن که در اون زیر رو هیچ چیز نمیدونستن، چون دستگاه‌های بله آقای سامی هم ممکنه بود گفته باشه یا آقای دیگه هم گفته باشه، ولی هیچ سند مشخص و علمی وجود نداشته که بگن که قطعاً در این زیر آثار باستانیه و شهر کوروش اون زیر خوابیده. ولی وقتی که خاکبرداری شروع میشه بسیاری چیزها رو از اونجا در میارن. الان بعد از 10 سال 12 سال متوجه میشیم که
در پایه های ستون های قصر داریوش که اون زیر بوده همه زده شده، با بولدزر هم زده شده. یعنی حفار غیر مجاز نبوده که بیاد این رو بزنه، حفار غیر مجاز بولدزر با خودش نمیتونه داشته باشه. در آقای سید محمد بهشتی رئیس میراث فرهنگی هستند که صحبت از این میره که زمان ایشون بوده که وزیر نیرو یا مسئولین طرح سد سیوند از ایشون سوال میکنن که آیا در اونجا چیزی وجود داره، یعنی ما میتونیم همچین کاری رو بکنیم. یعنی اینا آقای سعید جامعی پروژه میگه بره. میگه ما یه نامه نوشتیم که آقا ما میخوایم یه سد بزنیم، آیا مانعی داره؟ ایشون هیچ کی به ما جواب نداد، ما گفتیم سکوت علامت رضاست. و خب به هر حال همیشه در اسلام سکوت علامت رضا. البته میراث فرهنگی منکر میشه، میگن نه به ما نگفتن، اونا میگن گفتن. به هر حال هر چی شده این اتفاق عجیب و غریب میفته. یعنی دیگه شما فکر کنین در سال 1377 که آقای خاتمی میان و میشن رئیس جمهور، تقریبا معلومه که اون زیر چه خبره. یعنی به هر حال ممکنه اطلاع داده باشند که اون زیر چه خبره، ولی ما باز میگیم هیچ خبری نیست اون زیر و کسی هم نمیدونه. وزیر نیرو آقای بیطرفه که میاد و همچنان کار سدسازی ادامه پیدا میکنه. بعد از اون آقای مهاجرانی وزیر ارشاد که باز اصلا ایشون بیتوجه به مسائل باستانشناسی و به مسائل پاسارگاد و اینها بودند. من واقعا در این مورد خیلی دلم میسوزه، برای اینکه آقای مهاجرانی که الان در لندن زندگی میکنن و به عنوان یک عرض کنم که فرهنگی مطرح هستن، ایشون وقتی وزیر ارشاد میشن که ارشاد خودش وزیر فرهنگ سابق معنی میداده، همه امیدها این بودش که ایشون به کار فرهنگ رسیدگی میکنن، ولی فرهنگ از نظر ایشون فقط اون چیزی بودش که مربوط به معاصر بود. یعنی ایشون حتی توی مجلس هم رفتن، مثلا از حمله ای که نمایندگان مجلس میکردن به سینما، مثلا گران دوست عزیز من بهرام بیضایی، حتی از بهرام بیضایی دفاع کرد، ولی هرگز ایشون قدمی رو در راستای از کنم که آثار باستانی بر نداشت و توجهی به مسائل نکرد. بله، به هر حال ایشون هم میرن. آقای احمد مسجد جامعی وزیر بعدیه که در واقع این وسط هیچ کاره بوده، یعنی در زمان ایشونه که میراث فرهنگی از وزارت ارشاد جدا میشه و وصل میشه به نخست وزیری، در واقع میشه معاون رئیس میراث فرهنگی، معاون نخست وزیری، رئیس جمهور میشه، نخست وزیری رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور هم میشه. پس از آقای احمد مسجد جامعی که این وسط اسمش هست ولی در عمل هیچ اتفاقی در زمان اون نمیفته، آقای سید حسین مرعشی رئیس میراث فرهنگی و معاون رئیس جمهور میشه. در زمان این آقاست که آرامگاه کوروش یعنی دشت پاسارگاد میشه به عنوان مکان مقدس و میره جزء میراث جهانی. اینو لازم گفته بشه که این آقای مرعشی و کسانی که سعی کردند در دولت، البته بیرون از دولت من کار ندارم، سعی کردند که آرامگاه کوروش رو بفرستن برای میراث جهانی، برای اینکه سالیان سال اصلا مخالف بودن برای اینکه چیزی رو به عنوان ثبت جهانی بذارن، به این دلیل بود که مسئله گردشگری و جذب توریست از اون زمان شروع میشه و اینها این رو میفرسن که ثبت بشه و به اتفاق آرا در دشت پاسارگاد به عنوان مکان مقدس و آرامگاه کوروش به عنوان مکان مقدس به ثبت جهانی میرسه و میشه یکی از آثار و آثار و گنجینه های جهانی. و در سال 82 بوده که سر صدا در میاد که حالا که این
منطقه رفته و ثبت جهانی شده، در کنارش دارن سد میسازن. این سد چه اتفاقی پیش میاره؟ جنجال ها، سر و صداها به جایی میرسه که یهو متوجه میشن ای داده بیداد، تنگه بلاغی جایی بوده که کوروش بزرگ محل پایتخت او بوده، تنگه بلاغی جایی بوده که سرزمین اولین ایرانیانی بوده که رسماً به عنوان امپراتوری، اولین امپراتوری جهان شناخته میشه و راه شاهی، اولین راه یعنی در واقع شاه راه جهانی دنیاست. همه اینها میره زیر آب. اینها سکوت کردن. آقای بهشتی وقتی که کمیته نجات پاسارگاد اعلام میکنه از همه جهانیان، از سازمان ملل و از سازمان یونسکو تقاضا میکنه که به یه همچین مسئله رسیدگی بشه، آقای محمد، سید محمد بهشتی میگن که اینها سر و صداهای سیاسیه، اینا شلوغ دارن میکنن، هیچ اتفاقی نمیفته. در همون موقع آقای جامعی میگن که در اینجا هیچ چیز نیست، همه سازمان میراث فرهنگی میگن اصلا چیزی اون زیر نیست، بی خود میگن. و همون جاست که باستانشناسان از سراسر دنیا هجوم میبرن به ایران و اعلام میکنن که در اونجا نه تنها چیزی نیست، بلکه در اون زیر دشت پاسارگاد، همونطور که سامی گفت، سرزمین بزرگیست. آقای احمدی نژاد میاد به عنوان رئیس جمهور. در زمان انتخابات هر کجایی که باشون مصاحبه میکردن ایشون میگفتن که مسائل میراث فرهنگی و گنجینه های باستانی بسیار اهمیت داره، گذشته ما، فرهنگ ما خیلی اهمیت داره. من یادم میاد اون موقع مرتب از ایران میگفتن عجیب و غریبه، یه نفر بالاخره توی این رؤسای جمهور پیدا شده که همش میگه گذشته ایران، ایران باستانی. ولی آقای احمدی نژاد پس از ریاست جمهوری و پس از اینکه در یکی از بازدیدهاش از میراث فرهنگی میگه که من با تمام وجودم وامیستم بر سر اینکه هیچ یک از آثار باستانی ویران نشه، پس از اون سکوت میکنن و تا امروز در این سکوت موندن. در مدتی که این سر و صداها هست، ما چند شخص رو داریم اینجا، چند شخصیت رو داریم که اینها خیلی مهمه. آقای وزیر، آقای پرویز فتاح وزیر نیرو هستن. آقایی بودن که گفتن حتی هم در دوازدهم، اولین کسی که گفتن در دوازدهم آقایی بودن دیگه، آقای جامعه‌ای بودن. بله ایشون گفتن، یعنی نتیجه تصمیم گیری ها رو ایشون اطلاع دادن. بله. خودشون که معاب تصمیم گیری نیستن. بله. گفتن اینطور قرار شده که ما 12 بهمن 84 اینجا رو آبگیری می‌کنیم. بله آقای، یعنی قرار بر این شد، باز مردمان سر و صدا و مسئله رو جهانی کردند. مسئله تا اونجایی رسید که حتی نمایندگان مجلس، کمیسیون فرهنگی بلند شدن رفتن اونجا و گفتن که ما نمیذاریم این مسئله اتفاق بیفته، برای اینکه اونجا بسیاری چیزها هست. آقای کس، آدمهای مختلفی که در اینجا هستن، یکیش آقای طه هاشمیه. البته تو این 3-4 روز گذشته که وقتی میگن آقای، اسمشون تو لیست کسانی بوده که اثر داشتن روی این سد، نامه های آمده که اصلا آقای طه هاشمی کاری نداشتن، دخالتی نداشتن. من آقای طه هاشمی رو متنی دارم ازشون در تاریخ 27 آبان ماه همین سال 85، 18 نوامبر گفتن که اطلاعات مربوط به حوزه سد و سیوند همه جمع‌آوری شده و هیچ نگرانی برای این که اطلاعاتی از دست بروند وجود
نداره. یعنی در واقع اولین کسی که مسئله اطلاعات رو مطرح کردن، این خیلی مهمه، آقای هاشمی بودن. آقای هاشمی مردم رو گمراه کردن با این حرف. مردم فکر میکنن که وقتی میگن همه اطلاعات جمع‌آوری شده، یعنی اینکه تمام آثار باستانی رو برداشتن بردن گذاشتن جایی. اطلاعات یعنی روی کاغذ نوشتن که اونجا کاخ داریوشه، در اونجا کارخانه ذوب فلزه، در اونجا کارخانه شرابسازی است، در اونجا کارخانه ایکسه، در اونجا دهکده هخامنشیه، در اونجا باغهای پسرگاده. همه رو یادداشت کردن، گفتن حالا آب ببندید. آقای طه هاشمی اعلام کردن ما هیچ نگرانی بابت این مسئله نداریم، همه اطلاعات رو جمع کردیم. واقعا این تبدیل کردن عملیات نجات بخشی که میگفتن به جمع‌آوری اطلاعات یه گام عجیب غریبی بودش که در جهت فریب مردم به نظر من برداشته شد. البته جمع‌آوری اطلاعات بسیار چیز مهمیه، به شرط اینکه این ادامه پیدا کنه. یعنی اول مرحله اینه که اطلاعات جمع‌آوری میکنن، بعد شروع میکنن به کاوش. اینها مسئله مرحله اطلاعات رو انجام دادن، به کاوش که رسیدن، آقای فاضلی نشلی رئیس پژوهشکده میراث فرهنگی که از طرفداران پروپا قرص آبگیری سد سیونده گفتن که ما تمام اطلاعات رو جمع‌آوری کردیم، و این بعد از ماجرای همایش باستانشناسانه که در جلسات قبل صحبتش شد، که این آقا چنان صحبت کردن که گویی از مقاطع کارهایی هستن که قرار سد آب گیری بکنن. تو خود جلساتشون پرسیده بودن، بله، که شما نماینده وزارت نیرو هستید یا رئیس پژوهشکده باستانشناسی. بله. به هر حال اکنون وضعیت به جایی رسیده که رئیس سازمان میراث فرهنگی آقای اسفندیار رحیم مشائی اعلام کردند که از نظر سازمان میراث فرهنگی آبگیری بلامان است. اما بلافاصله یه حرف دیگه ای زدن که دو ساله عاشقان میراث جهانی، عاشقان فرهنگ ایرانی و کمیته بین المللی نجات پاسارگاد مدام گفته، کارشناسانی گفتن، باستانشناسانی گفتن که آبگیری سد سیوند آرامگاه کوروش رو و دشت پاسارگاد رو علاوه بر تنگی بلاغی و تمام آثارش که غرق میشه در خطر میندازه. آقای رحیم مشائی چیزی رو که گفتن خیلی حیرت انگیزه. ایشون گفتن که آبگیری مانعی نداره، تنها مشکل اینه که رطوبت آرامگاه کوروش رو و دشت پاسارگاد رو ممکنه تخریب بکنه، که قراره وزارت نیرو با دستگاه‌هایی که دارن کاری بکنن که این مسئله حل بشه. نه، من هوا رو جمع کنم. و این قرارها رو ما میدونیم یعنی چی. قرار یعنی دیگه صفر، یعنی هیچی. به هر حال در هفته گذشته صدها نامه به کمیته رسید. مردمان زیادی خواستند که کمیته روزی رو اعلام بکنه که قرار در همین ماه بهمن ماه آبگیری بشه، مردم برن کنار پاسارگاد و به قول خودشون زنجیرهای انسانی تشکیل بدن، بشینن اونجا، هر کاری لازمه انجام بدن که این اتفاق نیفته. کمیته نجات پاسارگاد اعلامیه‌ای رو داده که من این اعلامیه رو که چند خطه براتون میخونم و برنامه رو در همین جا به پایان میبریم. در هفته گذشته و در پی اعلام آبگیری سد سیوند در بهمن ماه، صدها نامه به کمیته بین‌المللی نجات پاسارگاد رسیده و خواسته شده که این کمیته روزی را تعیین کند که در آن علاقمندان به صورت گروهی به دیدار پاسارگاد و تنگه بلاغی بروند. این مردمان علاقمند به فرهنگ ملی ایران زمین میخواهند که با حضور در کنار آرامگاه کوروش و منطقه پاسارگاد اعتراض خود را که اکنون بازتابی جهانی پیدا کرده است نسبت به آبگیری سد سیوند اعلام دارند.
از آنجایی که مسئولین کمیته بین‌المللی نجات و اکثر اعضای آن در خارج از ایران به سر می‌برند، کمیته نجات پاسارگاد به خود اجازه نمی‌دهد تا به اعلام فراخوانی بپردازد که مسئولین و اعضای آن نتوانند خود در انجام خواسته‌های نوشته شده در آن حضور داشته باشند. اما روشن است که کمیته بین‌المللی نجات پاسارگاد بر اساس پیشبینی‌های نوشته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر که خواستاری حفظ گنجینه‌ها و میراث ملی و فرهنگی را از حقوق مسلم شهروندان هر کشوری می‌دانند، از هر اقدام مدنی و متمدنانه‌ای در این مورد پشتیبانی کرده و همه توان خود را در اختیار گروه‌هایی می‌گذارد که بخواهند از این حق انسانی و مسلم خود استفاده کنند.